سرخط خبرها، کشته شدن یک بزرگ قومی در پروان، 100 روز حکومت طالبان، امیدها و نگرانی ها. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خوش آمدید به یک از دیگر ویدیوهای چینل وان اسمارت. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر ما کانال ما را سابسکرایب نمایید. یک بزرگ قومی در پروان از سوی تفنگداران ناشناس کشته شد. یک بزرگ قوم در منطقه هفیان شریف از سوی تفنگداران به قتل رسید. با گزارش سپوتنیک به نقل از 8 صبح، تفنگداران ناشناس در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان یک بزرگ قومی را به نام مباغوث کشتند. میلاد ادریس، مدیر شهری ریاست استخبارات طالبان در پروان، این خبر را تایید کرده و گفته است که این بزرگ قوم در حال به قتل رسیده است که به سوی خانقا در حرکت بوده است. و نیز افزوده است که غوث چند پیش وکیل گذر بود که از وظیفهش کنارگیری کرده بود. رئیس استخبارات پروان گفته است که برای شناسایی عملان این قضیه بررسی های را شروع کرده است. فرد و یا گروه مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته است. بیش از 100 روز از ورود طالبان به افغانستان می گذرد، اما قتل های هدفمند و ترور نظامیان پیشین افزایش یافته است. حکومت سرپرست طالبان پس از تسلط بر افغانستان، عفو عمومی برای کارمندان نظامی و غیر نظامی حکومت سابق اعلام کرد، اما در برخی موارد رویدادهای انتقام جویانه از این کارمندان گزارش شده است. این در حالی است که خبرگزاری افق می نویسد 100 روز حکومت طالبان، امیدها و نگرانی ها. طالبان بیش از 100 روز است که قدرت را در افغانستان به دست گرفته و بر مردم حکومت می کنند. حکومت طالبان از دید مردم و کارشناسان با دستاوردها و کاستی های همراه بوده است. در این مدت امنیت نسبتا بهتر شده، فساد کاهش یافته و برخورد طالبان هم با مردم خوب عنوان می شود. علاوه بر این، طالبان در این 100 روز توانستند گام هایی را در جهت فعال سازی ادارات و پرداخت معاش و کارمندان بردارند. اما آنچه مردم و جامعه انتظار داشتند، طالبان باید پیش از این سرعت عمل می داشتند و دایره اقدامات آنها نیز گسترده تر می بود. چون از دید مردم، طالبان در رابطه با مسائل حاد اجتماعی و اقتصادی و همچنین مبارزه با گروه داعش نتوانستند اقدامات موثری انجام دهند. حتی در برخی موارد، از جمله آموزش دختران، وضعیت مبهم باقی مانده و طالبان در این زمینه دستاوردی نداشتند. 100 روز چگونه گذشت؟ کارشناسان معتقدند که طالبان در برخی مسائل از جمله امنیت، کاهش فساد، فعالسازی ادارات و کارهای انجام دادند. محمد اکرم عارفی، کارشناس مسائل سیاسی، میگوید که طالبان به لحاظ سیاسی هم تا حد دیپلماسی فعال داشتند. این دیپلماسی فعال از دید او با کمک کشورهای همسایه به صورت گرفته و توانسته زمینه همکاری ها و به رسمیت شناخته شدن از سوی کشورها و فعال شدن نمایندگی کشورها در افغانستان را فراهم کند. او اما میافزاید که طالبان نتوانستند در مورد بحران اقتصادی و اجتماعی برنامه و اقدام موثری داشته باشد. سرنوشت دادگاه های دولتی و آموزش دختران بالای صنف 6 هم از مواردی است که به گفته آقای عارفی هنوز در حکومت طالبان سرنوشت نامشخص و مبهمی دارد. طالب شمول یا همه شمول؟ عظیم عظیمی، استاد دانشگاه، نیز میگوید که طالبان در زمینه تامین امنیت و کاهش زمینه فساد خوب عمل کرده و برخورد نسبتا خوبی هم با مردم در این مدت داشتند. اما نوع حکومت طالبان از دید این استاد دانشگاه یک مشکل جدی است که طالبان در این زمینه نتوانستند گام های بردارند. چنانچه در حال حاضر حکومت طالبان بیشتر طالب شمول است تا همه شمول. عظیمی می افزاید که طالبان اگر بخواهند کار موثرتر انجام دهند و مشروعیت داخلی و خارجی کسب کنند، بهتر است یک حکومت همه شمول ایجاد کنند.
تا تمام مردم و اقلیت های دینی و مذهبی و همچنین نمایندگان زنان در کابینه و تصمیم گیری در حکومت حضور داشته باشند. و گفته او لازمه این کار همین است که طالبان معاهدات مهم بین المللی از جمله منشور سازمان ملل متحد و اساس نامه آن را بر رسمیت بشناسند. کارشناس معتقدند در صورتی که مواردی از سوی طالبان رعایت شود، جامعه جهانی نیز حکومت جدید را بر رسمیت خواهند شناخت. اما اگر کشورهای جهان به هر دلیلی حاکمیت طالبان را بر رسمیت نشناسد، پیامدهای ناگواری برای افغانستان خواهد داشت. مبارزه با داعش با باور کارشناسان، داعش به عنوان یک پروژه آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی در افغانستان در حال قوی شدن است و یارگیری این گروه با توجه به فقر و بیکاری گسترده در کشور نگران کننده می باشد. عظیم عظیمی می گوید که در حال حاضر داعش بین 500 تا 2000 دلار آمریکایی برای جذب صاحب منصبان عالی، متوسط و پایین رتبه نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین در نظر گرفته است که این موضوع نگرانی های جدی را در زمین تقویت این گروه در افغانستان به وجود می آورد. در این میان هرچند طالبان از دید این استاد دانشگاه اقداماتی را در جهت مبارزه با داعش انجام دادند، اما کافی نبوده است. او لازمه مبارزه جدی با داعش را ایجاد حکومت همشمول از سوی طالبان عنوان می کند و می گوید در صورتی که طالبان بتوانند حکومت در مورد حمایت مردم ایجاد کنند، در آن صورت هم مشروعیت داخلی دارد و هم زمینه مشروعیت خارجی برای حکومت آنها را فراهم می شود که این تنها راه مؤثر برای مبارزه با داعش است. اکرم عارفی نیز می گوید که طالب هنوز نتوانسته گام های مثبتی را در جهت برآورده شدن خواستهای کشورهای منطقه و جهان بردارد و از این بر آن در برخی موارد انعطاف صورت نگرفته است. او می گوید که در هفته های اخیر تهدیدهای گروه داعش به جدی شده و این نگرانی به وجود آورده است که افغانستان یک بار دیگر به سمت فقر و بیکاری و ناامنی و جنگ کشانده شود. با تشکر که تا آخرین ویدیو همراه ما بودید. تا ویدیوی دیگر بدرود. امید داریم تا ویدیوهای ما را تماشا نموده لایک، کامنت و سابسکرایب نمایید تا ما بتوانیم بهترین ویدیوها از مهمترین واقعات روز جهان را برای شما به نشر بگذاریم.